امیدوارم که تو فایت بعدی یک فایت داک فایت دیگه ببینیم دیگه. بزن بزن اون چه میتونی توضیح بدی فایترامونو به اون معرفی کنی؟ چون مین ایونت میدونم که اصلی ترین رقابت این شوه. ما کلا 4 تا فایت داشتیم، هر کدومش هم جذابیت فوق‌العاده‌ای داشت، همه فکر کنم لذت بردن. من این برگه رو زارن دست من اشتباه دادن. آقای بهزاد خان اون برگه بعدی رو به من میدی لطفا؟ تا اینجای کار 3 رقابت خیلی جذاب بود. با اونجوری که فکر میکردیم که مثلا یه ذره فایت ها پای پای باشه پیش نرفت، خیلی با هیجان و با ناکوت فنی از دید تماشاگران فکر کنم خیلی جذاب بوده باشه. واقعا من لذت میبردم، واقعا لذت میبردم. امیدوارم که فایت بعدی هم یه فایت جذاب دیگه ببینیم. حریف از گرجستان، یه فایتر قدر که تا به حال 2 فایتر ایرانی رو ناکوت کرده، یکی تو ارمنستان و یکی تو گرجستان، کشور خودش 2 فایتر ما رو به راحتی ناکوت کرده و حالا ما میخوایم تو زمین خودمون با یه فایتر قدر دیگه، یه فایتر کرد از کرمانشاه، ایشون رو به چالش بکشیم. آقای حریف اول از کشور گرجستان، از کارگردان تلویزیونی تقاضا میکنم که ایشون رو نشون بدن. آقای گنادی جورجولیانی، وزنش 93 کیلو، قدش 1 متر و 90 سانتی متر، سن 31 سال، رکورد حرفه‌ای 4-0-0، یعنی 4 پیروزی 4 ناکوت و 2 ناکوت از 2 هموطن ما، از تیم آلفا گرین از کشور گرجستان، آماده میشه برای اینکه بیاد با این فایتر ما رقابت کنه. آقای گنادی فایتر استرایکر و قدرتمند در درگیری هستش. معمولا گرجستانی ها فایترهای قدرتمندی دارن. نظر راجع به گرجستانی ها چیه؟ کلن خیلی تو ورزش های انفرادی، درگیری های تن به تن، هم سرمایه گذاری خوبی میکنن رو بحث ورزش، همین که واقعا فایترهای خوبی دارن، مدال های المپیکیشون هم توی رشته های این از این شکل مدال های خوبی دارن، نشون دادن که قشنگ تو پایه تو حرفه ای روی سرمایه گذاری کردن. یه فایتر خیلی قلدر خوبی هستش. من این فایترم توی وارم اپ چک کردم، آمادگی بدنی، آمادگی اعتماد به نفسیش فوق العاده عالی است. تیم مربیگری خوبی هم با خودش آورده، یعنی یه تیم حرفه‌ای با 4-5 نفر همراه با خودش آورده. آره، یکی از مربیایی که همراهش اومده فایتر احمد، یعنی سازمان احمدی که قبل از اینکه اچ سی به وجود بیاد مال پدر رمضان قدیروف، یعنی مال رمضان قدیروف اسم پدرش رو احمد هست گذاشته بود که الان اسمو تلفیق کردن با اچ سی بی شد اچ سی ای. فایتر اون سازمان هست، 5 فایت تو اون سازمان کرده، خیلی با تجربه است. من دعوتش کردم برای تایتل شات 70 کیلو سازمان آی اف سی هم بیاد. ان شاءالله اگه به توافق برسیم شاید با مازیار یاری در آی اف سی بعدی سر تایتل 70 کیلو فایت کنه. فایتر فوق العاده قدری هستش ایشون هم، به اسم شوتا، حالا فامیلی شاید دقیقاً خاطرم نیست، ولی خب حالا میخوام معرفی کنم حریف ایشون، یک فایتر قلدر ایرانی. گروه کارگردانی ما ایشون رو نشون بدن. آقای مسعود سفری، وزنش 93 کیلوگرم، قدش 1 متر و 90 سانتی متر، 26 سال، رکورد حرفه‌ای 5-1 5-0-1 که 6 بازی کرده، چند تاش در سازمان آی اف سی بوده، در گرجستان فایت کرده و بک‌گراند کشتی و یه مقداری کنفو داره که پای خیلی شلاقی خوبی هم میزنه، از تیم تریپل ای، یعنی تیم موفق امیرعلی اکبری هستش. امیدوارم که یه فایت قشنگم از ایشون ببینیم. مسعودو میشناسی؟ فایتاشو دیدی ندیدی؟ از زمان کشتی خاطراتی ازش دارم، فوق العاده فایتر خوبیه، جنگجوه، میدونی به درد ام ام ای میخوره. حالا باید ببینیم امشب میتونه آبروداری کنه. یه جورایی نبرد یه ما در برابر یه کارتولیه، یعنی قشنگ دوتا قوم قدیمی قراره جلو هم قرار بگیرن، قراره حیثیت ما رو بخره، به خاطر اینکه جورجیکا، لقبش جورجیکا هست. این فایتر گنادی دو تا فایتر ما رو قبلا ناکوت کرده، باید ببینیم که میتونیم امشب سربلند از اینجا بیایم بیرون یا نه. مسعود فایتر خیلی آرومیه، دوست خوب من هستش و خیلی با اخلاق و بدون حاشیه هستش، یعنی اصلا نه دنبال حاشیه است نه دنبال شلوغکاریه، شاید کسی تو ایران نشناسدش، ولی فایتر فوق العاده موفق و آینده داری خواهد بود. امیدوارم که فایتر قشنگ ببینیم. اول دعوت میکنم از آقای گنادی جورجولیانی، تشریف بیارن داخل کیج. Садат, 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 садат
بیا اسم کیانی چه میم خره صدر خسابی تو بار بیادا عشق و سوانت اسم شده باوگهان دو باو دیرال و مغالی تا ارت خولی خرشوی دیگزیسا همارم پیسا مدلی تا دا سایل این فایتر رو دیدین، فایتر قدریه. امیدوارم که فایترمون بازم مثل فایتر قبلی پیروز این میدان باشه. نظرت؟ گفتی مسعود خیلی آدم آرومیه، ولی این فایته، یعنی قراره یه جنگ ببینیم. شاید دعوا ترجمه درستی نباشه، ولی یه جنگ تمام عیار میخوایم ببینیم. جوان مردانه است ولی جنگه. بسیار عالی، پس دعوت میکنم از این فایتر مسعود سفری. گوشه آبی کیج، قد 1.90 سانتی متر، وزن 93 کیلوگرم،
سن 26 سال سن 31 سال رکورد 4 پیروزی بدون شکست. تیم آلفا گرین ام ام ای، کشور گرجستان، کسی نیست جز گنادی جوجولیانی. حریف ایشون گوشه قرمز کیج، وزن 93 کیلوگرم، قد 1 متر و 90 سانتی متر، سن 26 سال، رکورد 5 پیروزی بدون شکست 1 مساوی، از تیم تریپل ای، کسی نیست جز مسعود سافاری. داور مسابقه از داورهای خوب سازمان سجاد آلتها، تشریف کنید. خب آخرین فایت از این رویداد در رویداد اصلی رویداد سازمان پهلوان، شاهد فایت بین مسعود سفری و جورجولیانی هستیم که تا دقایق دیگر با دستور داور اکتاگون شاهد این فایت زیبا هم خواهیم بود. خب داور اعلام آمادگی میکنه به هر دو مبارز با دستور سرداور فایت مین ایونت پهلوان یک آغاز میشه. مسعود سفری با رقص پا به دور حریف خودش میگرده، یک پاچ زیبا، دو پاچ، و حالا جورجولیانی میره برای همرفیز، ضربات پشت سر هم با آرنج و ضربات دست راست خودش پشت سر هم مسعود رو به اغما میبره لحظه ای، و حالا دست خودش رو قفل میکنه به دور سر و گردن و ضربه زانویی هم میزنه. امیدوارم با کامبک بتونه بازی رو جبران کنه. مسعود هنوز نفس جا نیومده بود، روشن نشده بود، الان ببینیم. قشنگ برگشت. مسعود سفری میتونه یک کامبک بزنه، لنگو بزنه، پشتش به کیجه، یه زانو، جورجیکا یه دونه مشت، جورجیکا قشنگ دایک فایته، یه زانوی دیگه، مسعود تکدان، حالا تکدان موفق از مسعود سفری. بعد ببینیم چطور میره. الان مسعود روه تو هاف گارد. مسعود جورجولیانی داره سعی میکنه با آرنج از بالا داره دور میشه. مسعود از گاردش رد شد، مسعود از گاردش رد شد تو سایده. بعد ببینیم میتونه کنترل ساید از ازش کنترل سفری. کنه مسعود اگه سایدش رو کنترل کنه فکر کنم بتونه با بک‌گراند کشتی که داره قشنگ اونجا کنترلش کنه. خب جورجولیانی، جورجولیانی یه ضربه میزنه عدیده، داور مشکوک به ضربه خطا، سعی میکنه که داور کنترل کنه حالتشو. مسعود سفری گارد، مسعود افتاد دوباره توی افگارد، ولی کنترل داره کامل، فلتش کرده روی زمین. بعد ببینیم چطوری پیش میره. مسعود ضربه هایی که خورده یه ذره بهش فشار آورده، آره هنوز یه ذره گیجه، ولی بازی رو تو کنترل خودش گرفته. خب جورجولیانی هم، جورجولیانی نشون میده که کنترل خوبی هم روی خودش داره. سورپرایز کرد مسعود رو، این نکته هم فراموش نکنیم. حالا مسعود سفری، جورجولیانی اومده بود که فکر کنم دوباره ناکوت سومش جشن بگیره. دو تا فایتر ایرانی تا حالا ناکوت کرده بود توی ارمنستان و گرجستان، حالا اینجا تا اینجا نتونسته اون هنرش نشون بده. عجب، ولی ضربات خوبی رو زده تا الانش. مسعودم قشنگ کنترل کرده، استرایکر فوق‌العاده ای، همینطور که می‌بینید الان توی خاک مقدار عاجز هست. کشتی چقدر به دردت می‌خوره، اینجاست که کشتی می‌بینی به درد می‌خوره. کنترل زمین، مسعود هنوز داره میجنگه برای اینکه گاردشو پاس کنه، کامل هاف گاردشو بسته. جورجولیانی میدونه که مسعود برتری کامل داره تو این موقعیت، بیاد بالا زده یا آرنج از مسعود. خب مسعود اگه سر خودشو بتونه بالا بیاره، حالا سرشو باید بیاره بالا ببینه حریفو چی کار داره میکنه. توی کلوز گارد ضرباتی هم میاد توی گارد، با دامنه کوتاه میزنه مسعود، باید مراقب باشه. جورجولیانی دست و پای درازی هم داره، باید مراقب باشه. جورجولیانی سعی داره که کیمورا از مسعود بگیره، مسعود بعد سرشو بیاره بالا تو گراند پاوند کنه، یه ضربه راست جورجولیانی خوبه، سرشو بیاره بالا.
ممکنه ترنگلش رو کامل کنه. ترنگل افتاد تو ترنگل. ببینیم میتونه. ببینیم مسعود چیکار میکنه. سرش رو باید مسعود بیاره بالا. خب سرش رو رد کرد. رد کرد از ترنگل اومد بیرون. حالا تو پاس میکنه. کنار کیج. بک. ببینیم میتونه. کنار کیج موقعیت خوبیه. مسعود میتونه پوزیشن بک رو کامل کنه. سه نقطه رو زمین خمش رو میگیره. دوباره میخواد بیارتش پایین. سر بالا. وسط کیج. پشتگیری از مسعود سفری. مسعود کاملا برتری رو خاک داره نسبت به جورجلیانی. جورجلیانی بلندشه خیلی سمی میشه به نظرم. جورجلیانی اگه توی ایستاده بخواد بازی رو دنبال کنه سمی میشه. رو زمینم کنترل کامل داره. یه مایه های هم داره نشون میده میخواد که آره میخواد خوبی که خوبی ها مسعود دنبال میکنه. بعد ساب میشنم اتمت کنه. حالا مسعود رومانته. ببینیم مهات چی کار میکنه. خوبم هم میکنه مسعود رومانته ولی سرش کنترل کرده. بعد مسعود میتونه سر رو بیاره بالا. چند تا بادی شات خوب از مسعود. سر پایین هنوز بتونه ازش جدا بشه. بتونه کنترل. الان فعلا فقط داره کنترلش میکنه. یه ذره بتونه کنترل به دست بگیره. مسعود روی مانت. مانتش شل کرده. بادی شات هنوز نگهش داشته کنار کیج. بهزاد فکر میکنی چجوری پیش میره رانده یک؟ پایانش چجوریه؟ من فکر میکنم رانده اول رو با امتیاز به پایان ببریم و جورجولیانی در هر دو پوزیشن هم داره خوب عمل میکنه. توی خاکم به خوبی تونسته از پس مسعود در بیاد. تا الان کنترل نداره روی خاک ولی خب نشون داده روی خاک بی دفاع. مسعود دو تا مشت از مسعود. تشویق سالون هم داره. قشنگ سالون به نفع مسعود. ضربات سنگینی هم جورجولیانی ولی نشون داده فایتر به پهلوی گنادی. 10 ثانیه تا پایان. چند تا ضربه دیگه. حالا ببینیم برای همر فیس. مسعود سفری همر فیستاشو میزنه ولی راند پایان میرسه. خب راند پایان میرسه. راند اول خیلی خوب بود. هر دو تا فایتر خوب جنگیدن. صحبت های کوچ هر دو سمت رو شنیدیم. باید ببینیم که مسعود کوچش میگفتن که گنادی بریده ولی گنادی هم همچین شرایطش تقریبا مثل همه. کوچشون هم اندازه همه. داور میخواد که هر دوتاشون خشک باشن تا راند دوم رو شروع کنه. خب به سرعت دارن فضای داخل هشتلیو آماده میکنن. کوچ مسعود ازش میخواستش که دوباره همون رویه رو پیش بگیره. از اون کوچ جورجلیانی جورجیکا. خب گنادی رو تو تصویر میبینید. اونم با همون رویه فایت کنه. بعد ببینیم کدوم رویه دقیقا مد نظر دوتا مربیهاشون هست. خب راند دوم توسط دختر کوچک این اکتاگون به نمایش گذاشته میشه برای تماشاچیانه داخل سالن. نبا توی مسابقه استعدادیابی هم شرکت کرده بود. توی آنانس ورودی هم دیدیم که اجرا داشت. از نظر ورزشی هم خیلی جالب بود که دختر بله. ورزشکار با سن کم. خب حالا آماده میشن هر دو ورزشکار. اوکی راند دو شروع شد. فایت. در راند دوم مسعود یه ضربه دفاع بلوک میکنه. مسعود توی استرایک الان با حواس جمع‌تری وارد میشه. یک چپ و راست. یه چپ و راست ناقص. گنادی منتظره. یه ضربه. حالا یه ضربه. دو تا دستشون داد. یه لگر. یه هایکی که نسبتاً شلوول. خب مسعود. یه ضربه. مهاجم‌تر. حالا حمله میکنه برای تکدان. حالا بعد ببینیم چیکار میکنه. یک لحظه کلوز سایت. از رو گاردش رد میشه. کنترل خوبی نداره. دست رو دور گردن حلقه کرده مسعود. کنار کیج. حالا میشه گفت یک مقدار مسلط‌تره به گنادی. کنترل گرفته با آیریش هات سعی میکنه مسعود نگه داره با پاش گوشه رو کیج که بتونه از موقعیت کنار کیج در بیاد.
گنادی جوجیتسی خوبی هم تا الان آره به نمایش گذاشت آرش بوده تا اینجا به نظرم گرانگمش خیلی خوب بوده. یه ضربه از مسعود کاملا سر و دست مسعود کنترل کرده، میخواد که مسعود سرش پایین باشه، سرشو بیاره بالا، فکر کنم سه چهار تا مشت رو بهش میزنه یا آرنج. خب از مسعود یه آرنج دیگه، فشار کامل رو صورتش گذاشته، یه بادی شات ضربات آرنج رو بهش گنادی کامل گیر افتاده، بدن خوب میزنه مسعود سفری، ولی خب دست رو صورت میذاره، حالا سعی میکنه موقعیت بهتری داره مسعود، میره که یه کنترل خوب ازش بگیره، داره میاد بالاتر، خب اگه بتونه روی دست رو توی سر میاره گنادی نورس، مسعود داره میره برات بعدش نمیاد که به سبک امیر بره واسه فرانک روسیفیس که کنترل خوب داشته باشه بتونه با دست چپش چند تا ضربه خوب بزنه. گنادی هم دستش کامل بالا گرفته که نتونه مسعود جمع جورش کنه. خب امیر علی اکبری هم همونجوری که میبینین امیرم داره کنار کیج توصیه‌های خودش رو به مسعود عیجان خاصی داره، مسعود رو مانته، یه بادی شات سرش پایین، سر رو بیاره بالا زده، خب به خوبی تا به اینجا تونسته سر کامل کنترل کرده، سر مسعود رو مهار کنه گنادی تا به الان که تونسته کاملا دفاع کنه از کیج استفاده میکنه، برگرده به سمت وسط کیج، حالا از امیر دعوت کاملا میکنه روی سینه هایگارد، میگه بهش برو هایگارد کن، برو بالا بشین، بیاد رو سینه بالا بشینه، حالا اگه سر خودش رو بالا بیاره به راحتی میتونه امرفیس کنه. جورجیکا کمر مسعود گرفته که شکمش بچسبه به سینه مسعود نتونه مشت بهش بزنه، میخواد فاصله ایجاد نشه، از اون ور کوچ جورجیکا دعوتش میکنه که بریج بزنه بیارتش بیرون، حالا ببینیم ناقص، حالا میره برای ضربات پشت سر هم مسعود سفری، متاسفانه عکس شد قضیه، حالا جورجیکا توی کلوزگارد مسعود کنار کیج، سرش به کیجه، باید ببینیم میتونه فاصله ایجاد کنه، جورجیکا مسعود جورجیکا نفسش هم خیلی رفته، فشار دست یا آرنج تو صورت مسعود، مسعود کامل اسمش کرده قشنگ، مسعود پاش جمع شده تو سینهش، آرنجش روی صورت مسعوده، یه دونه تقه بزنه زده، خب حالا جدا میشه، جدا میشه، یه ضربه مشتم وارد میکنه گرفته. گنادی تو سینگل لگ مونده، خیمه سنگینی زده گنادی، دخمو گرفته ولی جون نداره مسعود بیاره بالا، حالا بلند میشه باید سازی بغل پوزیشن بکو میگیره مسعود سفری به راحتی، حالا ضربات مش رو از پشت سر قصه رو وارد کنه، حالا میاد بک، کاملا الان تو موقعیت بک بود که خارج میشه از اون وضعیت، یه کلوزگارد جورجیکا، یه مشت نسبتا ضعیف، دو تا فایتر حسابی خسته شدن، یا آرنج مسعود با پاش فاصله ایجاد میکنه، یه ضربه هم میزنه، داره میاد که دوباره یورش برای تک دان، دخم سایت کنترل سر رو در میاره، سرش یه لحظه گیر افتاده بود، سرش رو در میاره، فایت هیجان انگیزی خیلی خوبه تا به الان دیدیم، چه فایتیه پسر قشنگ، یه گراندم پوند مشتی، اسکرمبلای عالی، زیرو رو میشن چرخش، یک فایت جانانه تو خاک، برمیگرده گنادی میخواد بلند شه سر بیاره بالا، حالا خمو، حالا خم گنادیه که گرفته، جورجیکا خمو کنترل کرده، فایتر گرجستانی اصلا خستگی ناپذیر، خیلی خستگی ناپذیر، قشنگ العاده عمل کردن هر دو، نشون داده تو تیمش اتفاقات خوبی داره میفته، قشنگ خب مسلط، حالا تو گارد مسعود اوبراندر هوک رو گرفته، خب مسعود سفری بک‌گراندش هم پشتی 10 ثانیه تا پایین راند دو تا فایده خسته شدن، اینجا باید مراقب باشه آسیب نبینه، یه فاصله خب کمتر از 5 ثانیه پایان ایران راند، من فکر کنم راند دو مال مسعود بود، قشنگ راند دو فکر میکنم منم مال مسعود بود، چون هم کنترل بهتر هم ضربات بیشتری تونست سرحال وارد کنه، جورجیکا قشنگ خسته شده، اومده بود که اولی سورپرایز کنه ولی گیر کرده، ولی خب دستشو خوند، حالا داره به راحتی مدیتیت میکنه، خیلی جالبه این فایتر گرجستانی، واقعا کلاس فایت داره، کلاس فایتش واقعا استایل فوق العاده رو استایلش خوبه، نشسته داره مدیتیت میکنه برای راند سوم، میدونه که عقبه، کاملا میدونه که عقبتر از مسعود تکزاناش عالی بوده، ضرباتش عالی بوده، یه ناکدان ازش گرفت، باید ببینیم امتیاز داوری واسه ناکدان خوبی هم بود راند یک چجوریه، ولی من فکر میکنم راند دو قطعاً مال مسعود بود، قطعاً مال مسعود بوده، راند دو قطعاً مال مسعود بود، تکزان عالی، کنترل عالی، یکی دو تا اسکرمبل هم داشت، ولی مسعود دو تا تکزان، ضربات خوب، همچنین توی
گراندن پاندم خوب عمل کرد. آره گراندن پاندش عالی بود. خب پایان تایم استراحت راند دوم، برای راند سوم آماده میشیم تا ببینیم پیروز میدان چه کسی خواهد بود. نبرد جانانه یا تا به الان دیدیم میره که تا چند لحظه دیگه راند سوم شروع بشه. داور میگه که همراه های فایتر ها برن بیرون، کوچر ها برن بیرون. مین ایونت فوق‌العاده یا تا به الان دیدیم، بزن بزن بود آقا، قشنگ بزن بزن بود. میشه گفت یه دعوای جانانه، یه دعوای جوانمردانه است. فایت جوانمردانه ورزشی واقعا، جنگ و دعواست ولی کاملا ورزشی، کاملا قانونمند، یه چیزی که قشنگ جذاب باشه. خب مسعود زودتر از گنادی به مرکز اوکتاگون میاد، آماده است در کیج که بسته بشه. داور اعلام راند سه رو میکنه، برای بار سوم یک دست و پنجه جانانه نرم کنه با گنادی مسعود سفری. خب کف اکتاگون یه مقدار خیس هستش که حتما باید توسط مسئولین درکش تمیز بشه، درکش بسته میشه و امیدوارم که هیجان بیشتری ها توی راند سوم ببینیم. شروع میشه راند سوم. خب هر دو استایل خیلی خوبی دارن، سر حال اومدن. مسعود گارد بالا گرفته، آماده است. هر دوتا آمادن استایل خودشونو بازی کنن. جورجیکا میخواد مشت لگد پرت کنه، مسعود سری میخواد زیرشو بگیره. دقیقاً مشخصه، استایل مشخصه. مسعود یه ضربه چپ نمه میخواد ببینه آمادگی حریفش هنوز در چه حدیه. دوباره یه ضربه راست رو میخواست پانچ کنه که موفق نیست. یه گدان توی پا از مسعود، یه چپ و راست، یه چپ و راست که نشون میده که توی استرایک هم حرفی برای گفتن داره. در مقابل حالا دوباره یه دو تا ضربه، یه خم خالی میکنه برای خمگیری، کلینچ کنار کیج، هر دو کنار کیج. خب نباید از لباس بگیره، از شورت ورزشی مسعود میگیره رفت. که جدا میکنه داور. یه لحظه دست مسعود فکر کنم ناخواسته بود. فایتر گرجی داره سعی میکنه خودشو بالا نگه داره، یک زانوی خوب رو میزنه صورت مسعود سفری. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ضرباتشو داره پشت سر هم گلادی میزنه. مسعود دفاع کنترل و مسعود باز غافلگیر شد، دوون میاره توی این لحظات. فوق‌العاده است مسعود، مسعود عالی تونست جمع کنه این صحنه رو. حالا ببینیم جورجیکا میتونه تبدیلش کنه به مسعود. تقریبا نیمه جونه، حالا پاشو میکنه تو رو، میتونه ترنگل رو جمع کنه جورجیکا. بعد مسعود سر رو بیاره بالا، مسعود داره حرفه‌ای عمل میکنه واقعا، از این موقعیت خودشو حالا پس کرد. مسعود خیلی خوبه، عجب حمله برای خمگیری. مسعود سفری جانانه داره دفاع میکنه، عجب چینی داره، عجب استقامتی از این حریف گرجی. باور کنید زانو رو در مقابل خودش ضربه زانو سر و گردن سنگینی خورد گنادی. بعد ببینیم میخواد گلوتین جمع کنه، میاد برای آناکوندا، قفلشو بسته آناکوندا. مجددا خارج میشه مسعود از این وضعیت. بعد ببینیم مسعود دستش آورده بیرون، فکر نکنم آناکوندا جواب میتونه بیم. مسعود نمیتونه. خب داور نه نه نه. خب گنادی با داور صحبت میکنه، نباید این اتفاق بیفته. خب لستش هم از ذهنش بیرون پرت کرده که باید دید چه اتفاقی میفته توی این وضعیت. مسعود سفری همچنان داره فشار میاره، مسعود فشار داره میاره روی مانت، توی این وضعیت روی مانت هستش. مسعود میاد روی مانت. فایتر گرجستان یه لحظه فکر کرد مسعود بیهوش شده، داش با داور سوال یه لحظه بعد یه لحظه فایتر گرجستانی فکر کرد فافلگیر شد خودش. ولی خب ضربات بادی شات رو مسعود میزنه. مسعود اگه بخواد این راندو بگیره باید کارو تموم کنه. یه ناکدان از نظر امتیازی باید ببینیم رو برگه داوری چجوریه نظر داور، یا باید به خوبی کنترل کنه تو این پوزیشن حریفو و خیلی مهمه ضربات بیشتری رو وارد کنه. کنترل خوب از مسعود روی مانت حریف بشه. بادی شات باید تا میتونه ضربه بزنه. مسعود باید تا میتونه ضربه بزنه بتونه جبران کنه رو برگه داوری. اگر
بازی بدون ناکوت یا بدون پایان فنی به پایان فقط ضربات پشت سر هم و متمادیه که میتونه مسعود نجات بده. باید ثابت کنه که کنترل این راندو به دست داشته. یه لحظه گنادی با زانوی چپش قافلگیر کرد. ضربه سنگینی رو باعث دانی مسعود میشه لحظه ای که اون هم امتیازی هستش برای گنادی. باید چند تا ضربه بزنه. مسعود باید بره برای تموم کردن بازی به نظرم. باید بدونه که ریسک کنه کنترل کامل به دست بگیره بیاد قشنگ بالای بالا بشینه. خب حالا فشار روی فک و گردن گنادی میذاره مسعود صفری لحظه ای که چند تا ضربه از جورجیکا خیلی خسته شده کامل داره سعی میکنه انرژیشو حفظ کنه. خب فکر میکنم داور میخواد که توسط داور جدا شدن سر پا. لثه گنادی هم از دهنش خارج شده. باید ببینیم لثه شو تو دهنش میذاره یا نه. نه لثه شو اواسط ران کننده شده بود. فایت داور خواست که فایت تو سر پا ادامه پیدا بکنه. این حالت پیش میاد موقعی که بازی استاک میشه. دو تا فایتر هم خیلی خستن. بله. جذابیتش میاد پایین. داور رو نمیتونن تشخیص بدن چه اتفاقی داره میفته. یه ضربه کمجون. خب هر دو جورجیکا کاملا خسته است. یه ضربه چپ دیگه است. یه دونه مسعود. مسعود این لحظه خوب داره کنترل میکنه. خوب جلو میره. مسعود تقریبا این لحظه رو دستش گرفته. یه ضربه دیگه. 10 ثانیه تا پایان. خب کمتر از 7 ثانیه. چه داوری سختی داره. دو تا ضربه. مجدد حمله از گنادی. یک زانوی دیگه بی‌نتیجه. حالا یک کیک و تمام. کیک و تمام. میریم برای بعد ببینیم داورا چه تصمیمی میگیرن. آرش. ببینیم داور چیکار میکنه. عجب راند نزدیکی بود. راند سه خیلی راند نزدیک بود. فوق‌العاده نزدیکی بود که یک لحظه گنادی هم سورپرایز شد. جورجیکا کاملا خسته شده. جورجیکا داور پیروز مسابقه به رأی متحد داوران آقای مسعود. خوب آقای مسعود صفری پیروز این مسابقه شد. یه فایت واقعا جذاب دیدیم. یه داگ فایت زیبا و با رأی متحد داوران پیروز شد. مسعود جان حرفی داری برای گفتن؟ جان داره تشکر کنم از مربیم آقای ایدین طالبی امیر خان که واقعا خیلی زحمت کشیدن و همه هم تیمی های عزیزم. خب مسعود جان یه هر تو راند یک یه ضربه خوردید. ما فکر کردیم بازی تموم میشه ولی برگشتی و بازی رو بردی. چه حرفی داری با طرفدارات و کسایی که دارن از شبکه فوری و مسابقه رو میبینن؟ MMA یه طرفش کتک زدنه، یه طرف باید کتک خوری خوبی داشته باشه. ما متاسفانه یه کتک خوری خوبی داریم. ماشاءالله تبریک بهش میگم این پیروزی رو، به خودش، به تیمش، و تبریک میگم به ملت شریف ایران و شهر کرمانشاه که
شادشون امیدوارم کرده باشی. اگه صحبتی داری باز با مردم شهر و کشورت، به مردم کل ایران به خصوص کرمانشاهی عزیز که خیلی تو این چند روز پیام دادن، نیروهای مثبت فرستادن، دست همشون رو میبوسم. یه بار دیگه تشویقش کنید. میریم یه وله و برمیگردیم. مسعود سفری و جورجیکا بالاخره تونستن اون فایتی که دنبالش بودیم رو بهتون نشون بدن. یه فایت پر زد و خورد، پر از چرخش و اسکرمبل، ترکیبات تمرینی و ضربات، تکدان، همه چی تو این فایت ما تونستیم بهتون نشون بدیم. در واقع دوتا فایتر تونستن نشون بدن. یه فایت فوق‌العاده جذاب، دیدنی، فکر کنم از نظر همتون فایت خیلی نزدیک و حساسی هم بود. مسعود سفری دوبار نزدیک بود که بازی رو از دست بده، ولی خیلی قشنگ با یه کامبک عالی برگشت. کنترلی که روی از راند دوم به دست آورد، کنترلش رو کاملا به حریفش دیکته کرد، تونست برگه‌های داوری رو به نفع خودش بکنه. واقعا جذاب بود این فایت. واقعا همونطور که خواستم بالاخره یه داگ فایت دیدم دیگه. ما همه تلاشمون این بود که فایت جذاب داشته باشیم، بیننده‌های عزیز تلویزیون فوریو رو خوشحال کرده باشیم برای چند دقیقه. اول یه تشکر بکنم از بخش فنی شبکه فوریو و آقای مرشدی مدیر این شبکه که خیلی 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 به ما کمک کردن برای پخش این برنامه. و بعدش میخوام بگم که واقعا من خودم سورپرایز شدم. لحظه اول مسابقه، ثانیه‌های اول، یه پانچ مسعود خورد، فکر کردم تموم شد مسابقه. گفتم باز تو راند یک تموم شد مسابقه. من خودم خیلی کنجکاو بودم ازش بپرسم اون لحظه چه حسی داشت. یه لحظه فکر کنم، ولی برگشت خیلی قشنگ بعد از اینکه ضربه رو خورد، نزدیک به حریف خودش انداخت زمین، هم تو راند یک هم تو راند سه، هم بعد از پانچ هم بعد از زانو، سریع خم حریف رو جمع کردن، یه فضا به خودش داد، بازی رو برگردون، زمان به خودش داد، استراحتش حین فشار عالی بود. یه لحظه چیزی کوچ گرجستانی اعتراضی داشت، میگفت که مسعود رفته، نظر تو چی بود؟ داور اشتباه کرد نکرد چی بود؟ به نظرم مسعود اصلا این اتفاق براش نیفتاد. یه موقعی که فایت خیلی نزدیک میشه، بعضی موقعا مربی‌ها سعی میکنن داور رو تحت فشار بزنن، ولی تصمیم گیرنده نهایی داوره. این داوره که تشخیص میده. کنترلش هم کرد، دست مسعود رو کنترل کرد که ببینه کنترل داره رو دستش، هنوز به هوش هست یا نه. اصلا اون فن به اون صورت قابل اجرا نبود در حدی که مسعود از بازی خارج شد. من تبریک میگم به تیم داوری سازمان IFC و سازمان پهلوان که واقعا فکر میکنم یک قضاوت واقعا کم اشتباه و بدون اشتباه رو به نمایش گذاشتن. قضاوت کاملا بدون اشتباه بود و این داورا کارآزموده بودن، هم توی مسابقات داخلی متعددی که داشتیم، هم توی لیگ‌های MMA حرفه‌ایمون داورایی بودن که میشناختن، خودشون از جنس کار بودن. وقتی داور خودش از جنس کار باشه میتونه تشخیص بده توی لحظه. مثلا یه فنی کامل اجرا نشده، ممکنه یه فایتر فکر کنه که مثلا فنش اجرا کرده، مثلا اون حالت گیوتین مانن فکر کرد که مثلا بازی خارج شده، در صورتی که داوره که تصمیم میگیره، داور تشخیص میده و خود مبارز حق نداره که مثلا صحبت کنه با داور. حتی داور میتونه اون لحظه بهش اخطارم بده، ولی حساسیتو کم بسیار